سلام دوستان، خسته نباشید. شیرین علیزاده هستم. با ادامه ویدیوی آموزشی عملیات کرد در جنگو و انگولار، و ما در ویدیو قبلی در قسمت جنگو عملیات کرد را پیاده‌سازی کردیم، یه یپی را ساختیم و لیستی از فیلم ها را در واقع مدل ساختیم که چند تا آبجکت هم در قسمت پنل ادمین بهش اختصاص دادیم. و الان کاری که میخواییم انجام بدیم این هستش که بیایم در قسمت انگولار در واقع لیستی از این مووی ها رو برای در این قسمت انگولار نشون بدیم، این در واقع این مووی هایی که ما عدش کردیم. خب کاری که لازمه من در این قسمت انجام بدم ابتدایی هستش که بیایم یک نیو پروژکت درست کنیم و قسمت انگولار سی ال آی را انتخاب میکنیم. خب اسمی هم براش در نظر میگیرم، اسمشو کرود انگولار میذارم. حالا اسم دلبخواهی هرچی میتونید بذارید، انگولار. اوکی، من کریت میکنم، نیو ویندوز میزنم که برای من ساخته بشه. چون مدت ساخت این در واقع پروژه خیلی طولانی هستش، من ویدیو رو نگه میدارم، بعد اینکه پروژه ایجاد شد دوباره شروع میکنم. خب دوستان، خب همونطور که میبینید پروژه ما در واقع ایجاد شد و در اینجا کافی هستش که در قسمت ترمینال یه انجی سرو رو بگیرم. خب میخوام پروژه‌مو ران کنم. الان وارد این لینک میشم. خب بله، خب این پروژه برای من ران شد. بعد الان کاری که من میخوام انجام بدم در واقع این هستش که لیستی از این آبجکت هایی که من ساختمش برای مدل مووی رو در قسمت انگولار برای شما به نمایش بذارم. ابتدا این کار رو به صورت استاتیک انجام میدیم و قسمت این که مثلا داینامیکش میکنیم تا به صورت داینامیک از دیتابیس خوانده بشن و وارد این قسمت انگولار بشه و در اونجا برای شما نمایش داده بشه نیست. در واقع در چند ویدیو میخوام مراحل کار رو براتون ثبت کنم و در اختیارتون قرار بدم. پس ابتدا کافیه که در قسمت SRC من در قسمت اپ و همچنین اپ کامپوننتیز و اپ کامپوننت اشتیبل. خب در قسمت اپ کامپوننتیز در این قسمت ما در واقع آرایی از مووی یا لیست فیلمان رو میسازیم به صورت که میخواییم تیتل این مووی رو در نمایش بدیم. خب اسم فیلمی که من اینجا وارد کردم می‌نویسم. خب یه آبجکت دیگه هم می‌سازم. من تو فیلمی من اینا به دستی وارد می‌کنم، به صورت استاتیک هستش. خب
خب اینجا باید فاصله رعایت بشه و نه کلا دورشون خط قرمز کشیده میشه. خب پس من یه آرایی از مووی رو درست کردم و چند تا آبجکت بهش اختصاص دادم. الان میام در قسمت app.component.html. بله در قسمت من اینجا اینو من حذفش میکنم، خطا میگیره بدن. خب در اینجا در این قسمت اینم لازمش ندارم فعلا. در قسمت اینجا من چون میخوام که در واقع چندی فام جیب رو نشون بدم، پس باید یه حلقه میکنم، در این خاطر میگم که از اینجا بار استفاده کنه. بعد این حلقه رو در واقع باید یک آرای پیاده میکنم، آرای مووی. پس میگم که let movie of movies، در واقع یعنی بیاد تغییر رو روی عنصری از این آرایه انجام بده که میخواییم در واقع برامون واقعی حرفه بشه. این لیت هم در واقع برای تغییر متغیر استفاده میشه، طوری که در جا برابر میکنه با متغیر و در جاوا اسکریپت. خب پس اینجا کافیه که لیستی از فیلم ها رو داخل تغییر پاراگراف نشون بده. بعد میگم که موقعی داد تایتل. خب الان بعد کافیه که من یه انجستر بگیرم، یک نیو ترمینال میگیرم، انجستر این قسمت. بله همطور که میبینید لیست در واقع اون مووی هایی که من به صورت دستی وارد کردم به صورت استاتیک هستش رو برای ما نشون میده. خب دوستان من اینجا ویدیو رو قطع میکنم به خاطر اینکه میخوام خیلی بازدهش پایین باشه و حوصله بد باشه، به همین خاطر میخوام ادامه شو در ویدیوی بعدی توضیح بدم. پس با ما همراه باشید لطفا.